به نام خدا و تقدیم سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. خبر فوری: خلیلزاد نشست مسکو را دیپلماسی سازنده خواند. دیپلمات ماموریت‌های دشوار ملل متحد جان آرنو کیست؟ خلیلزاد نشست مسکو را دیپلماسی سازنده خواند. نماینده ویژه امریکا برای سولی افغانستان نشست مسکو تربیکا توصیه یافته را دیپلماسی سازنده در راستای حمایت از روند صلح افغانستان عنوان کرده است. با گزارش از سپوتنیک، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در یک سلسله توییت های گفته است که نشست دو روزه تربیکای توصیه یافته در مسکو را به پایان رسانده است و ای گفته است که در این نشست ما هیئت های جمهوری اسلامی و طالبان که شامل بسیاری از رهبران برجسته بودند را تشویق کردیم تا برای اشتراک در نشست رهبران در اوایل آپریل در استانبول که مرحله مهم بعدی در روند صلح است آماده شوند. خلیلزاد همچنان از گزینش جان آرنو به عنوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و منطقه نیز استقبال کرده است. این در حالی است که روسیه میزبان از نشست تربیکا توسعه یافته که شامل امریکا، روسیه، چین و پاکستان است، در مورد روند صلح افغانستان در مسکو میزبانی کرد. بر اساس اعلامیه که در بیان نشست مسکو به نشر رسیده است، از تمام طرف ها خواسته شده است که گفتگوها را به هدف رسیدن به توافق پایدار و عادلانه و استقرار صلح و جلوگیری از ادامه و تشدید خشونت ها سرعت ببخشند. در اعلامیه تاکید شده است که تربیکای توسعه یافته مخالف بازگشت امارت اسلامی در افغانستان است. شرکت کنندگان نشست همچنان از روند مذاکرات دوحه حمایت و از تلاش های سازمان ملل متحد استقبال کردند. دیپلمات ماموریت های دشوار ملل متحد جان آرنو کیست؟ با گزارش از روزنامه 8 صبح، سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که جان آرنو دیپلمات کارکشته فرانسوی را برای یک ماموریت جدید در افغانستان برگزیده است. این اقدام در استان برگزاری نشست استانبول صورت گرفت که با نشست اول بن شباهت دارد و آن را سازمان ملل متحد رهبری میکند. جان آرنو پیش از این در پست های مختلف به نمایندگی از این سازمان در افغانستان کار کرده است و از سالهای 1990 با افغانستان آشنایی دارد و کارش را به عنوان ماموریت ارشد سیاسی آغاز کرده است. آرنو که برای دو سال معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد بود، در 2004 جانشین اخضر ابراهیمی شد. او سابقه میانجیگری در روند صلح کولمبیا و گواتیمالا و نظارت از آتش بست گرجستان را در کارنامه دارد. حرفهای او در مورد ارائه تصویر نادرست افغانستان از سوی زلمه خلیلزاد اخگر ابراهیمی و حامد کرزی در مورد اکثریت ملیت پشتون و به حاشیه بردن دیگر ملیت ها در سالهای پسین از سقوط طالبان پیشتر میان کاربران رسانه های اجتماعی خبرساز شده بود، ارگ از تعیین این دیپلمات فرانسوی استقبال کرد. دیپلمات های افغانیز معتقدند که با توجه به وضعیت کنونی و پیچیدگی های روند صلح، جان آرنو بهترین گزینه برای ماموریت حساس سازمان ملل در افغانستان است. جان پاول آرنو دیپلمات 70 ساله فرانسوی روز چهارشنبه 27 اوت از سوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان نماینده شخصی برای افغانستان انتخاب شد. او در سال 1976 میلادی از دانشگاه سوربن پاریس سند فراغت گرفت و در 1980 میلادی در زمینه تفسیر کنفرانس ها آموزش دید. آرنو به زبان های فرانسوی، انگلیسی، روسی و اسپانیایی تسلط دارد. او ماموریتش در سازمان ملل متحد را در سال 1989 آغاز کرد و عنوان مامور امور سیاسی در نامینیاگ انتخاب شد. تنها یک سال بعد برای ماموریت تازه در پست مامور ارشد امور سیاسی سازمان ملل متحد به کابل فرستاده شد. پس از مدت این دیپلمات فرانسوی روانه صحرای غربی شد و در ادامه سر از گواتیمالا در آورد. آرنو کارش در گواتیمالا را به عنوان ناظر آغاز کرد و در ادامه مسئولیت میانجیگری را عهده‌دار شد. در آن زمان جنگ داخلی گواتیمالا وارد دهه چهارم آن شده بود. آرنو مسئولیت داشت که زمینه میانجیگری میان حکومت آن کشور و چندین گروه شورشی چپگرا را فراهم کند، کاری که او در آن موفق شد.
ملل متحد روند صلح گواتمالا را در مارچ 1994 به دست گرفت و یک سال پس از آن این روند به مرز موفقیت رسید. در 1996 روند صلح گواتمالا به نتیجه رسید و سازمان وحدت انقلابی ملی گواتمالا به عنوان گروه‌های شورشی آن کشور با تشکیل حزب رسمی به نبرد 36 ساله پایان دادند. بدین ترتیب جنگ گواتمالا با میانجیگری ملل متحد و نقش آرنو پایان یافت. کوفی انان دبیر کل آن زمان سازمان ملل متحد در ادامه جان آرنو را در 1997 به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای گواتمالا انتخاب کرد. آرنو در سال 2000 میلادی به عنوان نماینده ویژه به بوروندی رفت و 2 سال در آنجا ماند. پس از آن در مارچ 2002 او دوباره به افغانستان آمد و به عنوان معاون نماینده ویژه دبیر سازمان ملل متحد در کابل و رئیس امور سیاسی این سازمان به کارش ادامه داد. در آن زمان اخضر ابراهیمی نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان بود. در 2004 میلادی او جایگزین اخضر ابراهیمی به عنوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان شد. افزون بر این پست جان آرنو مسئولیت دفتر حیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما را نیز بر عهده داشت. این دیپلمات فرانسوی در سال 2006 افغانستان را به مقصد گرجستان ترک کرد و مسئولیتش به عنوان نماینده ویژه دبیر سازمان ملل متحد در آن کشور را کلید زد. او در آن زمان ماموریت ناظر سازمان ملل متحد در گرجستان را نیز به دوش داشت. این سازمان مسئولیت نظارت از آتش بس در گرجستان را عهده‌دار بود. جهانگردی آرنو به عنوان دیپلمات در سازمان ملل متحد ادامه داشت. او در سال 2008 به پاکستان رفت و مسئولیت مشاوره ویژه سازمان ملل متحد برای دوستان پاکستان دموکراتیک را عهده‌دار شد. این گروه توسط آمریکا، بریتانیا و پاکستان ایجاد شده بود تا از دولت غیر نظامی در آن کشور حمایت کند، زیرا در آن زمان وضعیت اقتصادی امنیتی پاکستان با چالش‌های جدی روبرو بود. بدین ترتیب جان پاول آرنو پس از انجام ماموریت‌های مختلف سازمان ملل متحد به ویژه صلح کولومبیا، صلح گواتمالا و آتش‌بس گرجستان دوباره به کشور جنگ‌زده افغانستان برگشته است. اگر حضور جان آرنو به عنوان معاون فرستاده ویژه و فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در اوایل حکومت حامد کرزی دو ماموریت جداگانه شمرده شود، انتخاب او به عنوان نماینده شخصی دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان در واقع 4مین ماموریت جداگانه آرنو در افغانستان است. در جریان حضور او در سالهای 1990 گزارش شده است که جان آرنو با ائتلاف شمال بر رهبری احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور ارتباط داشته است. با این حال بیشتر ابعاد کار او در آن زمان رسانه‌ای نشده است. در دوره کاری جان آرنو پس از 2002 او نقش اساسی در ماموریت سازمان ملل متحد داشته است. آرنو و زلمه خلیلزاد سفیر آن زمان ایالات متحده آمریکا مشکلات در انتخابات آن زمان را پذیرفته بودند، اما همچنان بر پذیرش نتایج تاکید داشتند. جان آرنو در آن زمان گفته بود که اختلاف ها باید نادیده گرفته شود و مشارکت به دور از خشونت شکل گیرد. خلیلزاد نیز تصریح کرده بود که همه نامزدها باید بر نتایج احترام بگذارند. از آرنو به عنوان فرد مورد اعتماد طرف ها در آن زمان یاد می شود. دیپلماتان که در جریان ادامه روند خلع سلا بر حقوق بشری به ویژه حقوق زنان تاکید داشت، او همچنان در دوره ماموریتش بین سالهای 2002 تا 2006 در افغانستان بارها در برابر بدرفتاری های نظامیان خارجی با زندانیان موقف گیری کرد و خواستار مجازات عاملان آن شد. با این حال آرنو در برخی موارد شریک اقداماتی بود که در آن آینده ها آن را نادرست خواند. مهدی مهدی عضو پیشین مجلس نمایندگان در مطلب زیر عنوان نظریه های تامین ثبات و حل مناسبات تباری از این دیپلمات فرانسوی نقل کرده است. تصویری که خلیلزاد ابراهیمی و رئیس جمهور کرزی برای ما ترسیم کرده بودند این بود که در افغانستان اکثریت مطلق را پشتون ها تشکیل می دهند. از چند قرن بدین سو این کشور با رهبری و زعامت پشتون به طور سالم اداره می شد. کودتای کمونیستی باعث تضعیف دولت مرکزی شد و زمینه را برای اقلیت ها مساعد ساخت تا مسلح و با اعمال زور وارد رده های بالای دولت شوند. حال رای حل این است که با برنامه DDR آنان اقلیت ها خلصلا شوند و با برنامه PPR آنان از اداره های ملکی دور ساخته شوند. با این حال آرنو گفته است که پس از 3 سال کار در افغانستان دریافت که این تصویر کاملا نادرست بوده است. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر میخواهید از آخرین و تازه ترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید، پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید. همچنان برای بهبود هرچی بیشتر برنامه های بعدی ما نظریاتتان را با ما شریک سازید. تا ویدیو با مطالب بعدی، بدرود.